الان بازم همون نظر بدیم که حالا پشیمون نیستیم در رفتی پشت دادیم؟ چرا؟ ببینیم ما اون موقع من ببینیم هر کی تو زندگیش یه اشتباهی میکنه، یه تصمیمای مثلا من لج و لجبازی کردم، یعنی فکر نمیکردم، یعنی واقعا فکر نمیکردم که اینقدر طرفدارا اذیت بشن، ولی واسم هنوز جا نیفتاده بود. ولی الان که این زمان گذشت و حالا بعضیا مثلا چرا تو خیانت کردی، در صورتی که من خیانتی نکردم. اون موقع فوتبال چیزی نداشت واسه ما، ما پولی از باشگاه نمیگرفتیم. بازخورد از این قضیه چی بود؟ این که حالا خیلی از هواداره استقلال سر این قضیه هنوز دلشون باید صاف نشده. علی آقا منصوریان هم چند وقت پیش مصاحبه کرده و گفته طرفدارین خاطره داره نوجوانی من انتقال شارو رو برنده داره. من میگم دیگه، من اصلا خودم هم هنوز از این مسئله ناراحتم و فکر نمی کردم که اینقدر من طرفدار داشته باشم، چون من بچگی واقعا تو تیم تاش وقتی تو 16 17 سالگی تو تیم تاج با اون بزرگا بتونی بازی کنی بالاخره طرفدار زیاد داشی. این واسه من چیز نبود دیگه. من گفتم اینام به من واقعا میگم خود آقای کردنوری بود، خود چیز بود، خب تو نمیتونی واسه باشگاه تصمیم بگیری، اصلا تو ما نمیخوایمه. این به من خیلی، به غرور من خیلی برخورد و لج بازی کردم، در صورتی که میتونستم بمونم، ولی همچین به قول معروف ما رو بیرون کردن از باشگاه. بعدش هم این قانون رو گذاشتن دیگه، موندم دیگه. و خود علی آقا میدونست که من استقلالی، یعنی حمید درخشان، ناصر محمدخانی، ولی چون که رفتم تو تیمم با تمام وجودم واسه شون بازی کردم، نمیتونستم کم کاری کنم چون ذاتم این نیست بخوام زد و بندی کنم بگم حالا این بهترین بازی هم واسهش کردم، چون رو حرفم واسدادم. ولی بعد از بازی ها دیگه رفتم قطر و دو سال خورده برگشت. آره که دیگه برگشتم، دیگه با تمام وجودم برگشتم و چندین سالم بود ما جام باشگاه آسیا رو نگرفته بودیم دیگه و خوشبختانه جام هم گرفتیم و از اونجام تیم ما به هیچ تیمی باج نمیداد. تیم اون یه دست شده بود چون چندین سال بود بچه ها با هم بودن که سال بعدش هم آره باز دوباره اومدیم. چرا؟ فینال من نبودم، من بازی آخر یه دونه من دود به آخر با اریان داشتیم که اگه میزدیم میامدیم فینال. ما یکی چقدر بودیم، دقیقه عربستانی هم دوست نداشتم ما بیایم فینال چون میافتادیم بهشون دیگه. اون موقع هم امیر قلعه نوعی و مجید نامجو هم پاش خراب بود، منم خودم کاپیتان تیم بودم. ما اومدیم یه گل زدیم، یکیش عقب بودیم، دقیقه 78 بود، 80 بود، یه گل چنگیز زد، ما اومدیم شادی کنیم. نیمکت ما زیر عربستانی ها بود، اینا موز و پرتقال و اینا زدن تو سر ما، ناراحت شدن. دقیقه 89 بود گل دومو که زدیم، اومدیم شادی کنیم. من رفتم به طرفداره اینجوری کردم برای عربستان که یعنی بازی بعد با شما ما بازی بریم. داور اومد، منم نمیدونستم که بری طرف طرفدارا، من چیزی که عربی هایی که بلد نبودم، همین دست هم بهشون نشون دادم که میایین تو زمین. دو سه روز دیگه فینال بود دیگه، داور اومد کارت قرمز ما داد، من فینال بازی نکرد. صد درصد، اصلا صد درصد. خود عربا هم گفتن، عربستانی هم روزنامه نوشته بود همونجا و خود بازیکن ها هم میدونستن که من خب بازیکن تاثیرگذار بودم تو تیم و خیلی هنوزه که هنوزه دارم افسوسشو میخورم و نمیدونستم. کاش که قانون رو به من گفته بودن که بچه‌ها بازیکن‌ها میگفتن که مثلا شما بری طرف طرفدارا دستت هم حتی اینجوری بکنی، طرفدارای مخالف تیمت کارت قرمز داره. و به خاطر این هنوز افسوس دارن. ما الان باید سه تا ستاره داشته باشیم. بازی کردن جلوی کدوم دفاع، خیلی کدوم دفاع سرسخت همیشه و سخت بازی کردن و گل زدن به کدوم دروازه‌بان براتون مشکل بود؟ ببینید گل زدن که گلرامون خیلی خوب بودن،
گلرامون فوق العاده خوب بودن، گل زدن بهروز سلطانی خیلی سخت بود، جز گلرهای خوبمون بود. منصور رشیدی خیلی گلر خوبی بود، حتی تیم ملی هم با هم بودیم. دیگه واسه تون بگم ناصر خانو یه بازی فقط من بازی کردم جلو ناصر خان، بازی استقلال پرسپولیس بود، ولی فوق‌العاده بود ناصر خان، یعنی یکی از بهترین ها. اون اصلا با حسش گلری میکرد. شما ناصر خان رو دیده باشی زیاد شیرجه نمیرفت، زیاد یعنی تشخیص میداد، میگه خودم میدونم مثلا تو میخوای بری پشت توپ شوت بزنی، میدونم مثلا راست میزنی این ور، یعنی رو حسش کار میکرد. جز گلرهای خوب ما بود. من همیشه با مشتاق محرمی دفاعی که مثلا من راست هافک راست بازی میکردم سمت راست سایسی هم به مشتاق میخوردیم دیگه، همیشه دعوا داشتیم با هم. یکی هم از دفاعمون که من جلوش بازی کردم محمد پنجلی بود، اونم یکی از دفاعی فوق‌العاده خوب بود. و اون بازی که دوید چلو افتادیم و تو ده دقیقه آخر سه گل خوردیم، کارمون چه اتفاقی افتاد؟ توی تیم هیچ کس باورش نمیشد پرسپولیس تو ده نفرمون نتیجه رو بگیره. ببینیم اون بازی رو قشنگ من یادم، خدا بیامرزه منصور خانم، پرویز خان، چون ما دو هیچ جلو بودیم دیگه. اگه شما فیلم رو نگاه کنی پرویز خان هی میگه بیا به بازیکن‌ها، اصلا ول کردن چون اونا ده نفره هم شده بودن دیگه، و تو همون دو هیچ هم باید دو سه تا دیگه هم باز زوره ما میزدیم، اصلا همه از دستشون رد شده بود. یعنی خود پرویز خان خودش گفت من کپ کرده بودم، اصلا نمیدونستم دارم. در صورتی که بازی های استقلال پرسپولیس اون لحظه هاست نتیجه رو عوض میکنه، چون من خیلی بازی کردم دیگه، از سال 59-60 من پرسپولیس بازی کردم تا سال 72، و از لحظه هاست. شما یه بازی هم اگه توجه کرده باشین، بازی قبل بود عقب بود، کریم باقری زد، همین بازی بعد پرویز خان بود، بازی رو بردن. ولی اون موقع دو تا تعویض کرد مربیشون، همین مربی آره، ما باید همون موقع تعویض میکردیم که منصور خان به پرویز خان اینجوری که خدا بیامرز به من گفت، که گفت یه نفر رو بذار تو سینه مهدوی کیا که مهدوی کیا نفوذ نکنه. پرویز خان خب فکر بیاد برده بازی رو، جلو بود دیگه، دویش ده نفره نه نفره، فکر نمیکنه اصلا یه بازی بود که اصلا هیچکی باور نداره، یعنی هنوزم هیچکی باور نمیکنه که این اتفاقه. ولی توپا شما دیدین تو چند ثانیه چند دقیقه نتیجه بازی عوض شد و تخت‌ترین بازیمون بود.